ادامه گفتار سوم، فصل ششم، زیست یازدهم، تغییر در تعداد کروموزوم ها. قبل از این که من مبحث رو شروع کنم، یه نکته بگم که از این به بعد چه کتاب یازدهم چه دوازدهم، مطالبی داره که نیاز داره شما مراحل تقسیم میتوز و مخصوصا میوز رو بلد باشید. برای اینکه مسلط بشید نیاز به تکرار هست. کلن زیست شناسی درسیه که خیلی نیاز به تکرار داره و انقدر باید تکرار کنید که تو ویدیوهای قبل گفتم وقتی یه مرحله از میوز یک سلول رو ازتون میخوان، تعداد کروموزوم ها یا هر اتفاقی تو این مرحله میفته رو بتونید با ذهنتون مجسم کنید. و لازمه که من یه مبحثی به اسم جهش رو هم کمی در موردش توضیح بدم که انشالله سال بعد کامل میخونید. اگه یادتون باشه گفتم که تعداد کروموزوم ها در یک گونه ثابت، یا مثلا تاکید میکردم که در همانندسازی دو مولکول دی ان ای که به وجود میان کاملا باید یکسان باشن، ولی گاهی به دلایلی این اتفاقات نمیفته. یعنی ممکنه ساختار دی ان ای در هنگام همانندسازی مثلا دچار مشکل بشه، یا در حین تقسیم در مرحله آنافاز کروموزوم ها به خوبی از هم جدا نشن که نتیجهش میشه جهش یا تغییر در ساختار و تعداد کروموزوم ها که میتونه باعث ناهنجاری هایی بشه. حالا این جهش میتونه هنگام میتوز و هم هنگام میوز اتفاق بیفته، ولی میتوز چون سلول های حاصلش میتونن دچار مرگ برنامه ریزی بشن و دوباره جایگزین بشن خیلی مشکلی پیش نمیاد، ولی در میوز چون سلول های حاصل یا هم گامت ها در تشکیل یه فرد جدید نقش دارن، درست انجام شدن تقسیم میوز خیلی مهم هست. کتاب های شما صحبتش بیشتر در مورد گیاهان و جانوران هست. در جانوران اگه یه فردی از این گامت‌های معیوب به وجود بیاد، یا میمیره یا ممکنه زنده بمونه ولی ناهنجاری هایی داشته باشه، ولی در گیاهان اینطوری نیست. ممکنه یه گیاهی که تعداد کروموزوم هاش تغییر کرده باشه، مثلا دونه هاش درشت‌تر باشه، عطر بیشتری داشته باشه، گلاش درشت‌تر باشه، پس نتیجه این تغییر در تعداد در جانداران متفاوت هست. تغییر در تعداد یا باعث پولیپلویدی شدن میشه، یا باعث میشه که تعداد یک یا دو یا سه تا یا بیشتر از کروموزوم ها کم و زیاد بشن. اول پولیپلویدی شدن. پولیپلویدی شدن رو من در تقسیم میوز براتون توضیح میدم با رسم یک سلولی که عدد کروموزومیش 2n = 4 هست. من یه آرایش متافازی این سلول رو رسم کردم و سلول‌های حاصل رو در طی یک میوز طبیعی براتون کشیدم. این سلول وقتی میوز انجام میده 4 تا سلول به وجود میاره، 4 تا 2 به 2 شبیه هم هستن و میبینید که سلول‌های حاصل n = 2 هستن. دلیل پلیپلویدی شدن اینه که اگه یادتون باشه در آنافاز کروموزوم‌ها یا کروماتیدهای خواهری به 2 دسته مساوی تقسیم می‌شدن و میرفتن به قطبین. حالا اگه به هر دلیلی کل رشته های دوک یک طرف خوب عمل نکنه، به کروموزوم ها وصل نشه، یا هر دلیلی کل اون کروموزوم ها وارد یه قطب میشن و قطب دیگه کروموزومی وارد نمیشه، حالا این میتونه هم در آنافاز یک باشه هم آنافاز دو. این شکلی که من رسم کردم، فرض میکنیم که این اتفاق در آنافاز یک بیفته. ببینید این سلول 2n = 4 که در آنافاز یک هر 4 تای اینها رفتن به یک قطب و سلول های حاصل این 2 تا سلول هستن و این میوز این سلول هست که طبیعی انجام شده و میبینید که رشته های دوک وصل شده و نتیجه تقسیم این سلول این 2 تا سلول هست که شده 2n = 4 و در حالی که گامت طبیعی یا سلول طبیعی باید میشد n = 2. حالا این سلول که هسته نداره از بین میره، ولی من برای تدریس تقسیمش رو رسم کردم و نتیجه میگیریم که اگه سلولی در آنافاز یک همه کروموزوم هاش جدا نشن و با هم وارد یک قطب بشن، در نهایت 2 نوع گامت به وجود میاره. گامت هایی که هیچ هسته ای ندارن و گامت هایی که مثل سلول مادر هستن و عدد کروموزومیشون تغییر
نکرده. یا ممکنه این اتفاق در آنافاز دو صورت بگیره. من دوباره همون سلول رو رسم کردم. سلول های حاصل از میوز یک رو هم که سلول های هاپلوید با کروموزوم های دو کروماتیدی هستن رو هم براتون کشیدم. فرض میکنیم یکی از این سلول ها آنافاز دوش با مشکل انجام بشه و همه کروموزوم ها وارد یک قطب بشن این سلول، که نتیجهش میشه دو سلول که دوباره این سلول تعداد کروموزومش تغییر نکرده، شده 2N=4. این سلول که هیچ کروموزومی نداره و خواهد مرد. و اگه این سلول میوز طبیعی انجام بده، در نهایت ما دو تا سلول خواهیم داشت که مثل گامت‌های طبیعی هست. خب حالا فرض کنیم مثلا این توی مزرعه گیاه باشه و یک گیاه بعض سلول‌هاش گامت‌هاشون غیر طبیعی میوز انجام بدن یا یه سلولشون طبیعی. به هر حال همه این گامت‌ها تو محیط وجود داشته باشه و امکان ترکیب همه انواع گامت‌ها وجود داشته باشه. فرض کنید این گامتی که 2N=4 هست با یه گامت طبیعی ترکیب بشه. موجودی که به وجود میاد میبینید از هر مجموعه 3 تا داره، یه موجود تریپلوئید، اینجا میشه 3N=6. این موجود جدید ممکنه بتونه زندگی کنه ولی قطعا نمیتونه زاد و ولد کنه، چون قبلا گفتیم که موجوداتی که ضریب انشون فرد هست نمیتونن میوز و گامت به وجود بیارن. یا دو تا گامت 2N=4 با هم ترکیب بشن. اینجا موجود حاصل رو میبینید که از هر کروموزوم همتا 4 تا داره، اینجا میشه 4N=8، یه موجود تتراپلوئید. این موجود اگه بتونه زندگی کنه و گیاه باشه میتونه زایا هم باشه، چون ضریب N این سلول زوج هست و حاصل به وجود اومدن یه سلول پلیپلوئید هست، که گفتم نتیجه بستگی داره که گیاه باشه یا جانور. تو گیاه میتونه این یه گیاهی باشه که عطر بیشتری داشته باشه، دونه های درشتری داشته باشه یا گل های درشتری داشته باشه. حالا میریم مبحث بعدی. ممکنه 1، 2، 3 یا تعداد بیشتری از کروموزوم ها عمل جدا نشدن درشون اتفاق بیفته. حالت قبلی هم همین بود ولی اونجا کل مجموعه کروموزوم از هم جدا نمیشد، ولی اینجا نه، به صورت موردی. حالا فرض میکنیم همین سلول این تتراد رو میبینید، اینجا رشته های دوک به این کروموزوم همتا نچسبیده باشه، در نتیجه این سه تا کروموزوم وارد یک قطب میشن، این کروموزوم وارد قطب دیگه و سلول های حاصل میشن N=3 و N=1. این اتفاق قبلا هم گفتم میتونه در آنافاز 1 و آنافاز 2 باشه. شما میتونید تو آنافاز 1 و 2 رو تمرین کنید، اگه سوال داشتید کامنت کنید و نتیجه ها رو با هم مقایسه کنید. پس اینجا یک کروموزوم جدا نشد، گامت ها شدن N=3 N=1. حالا من با یه فرمول اینو توضیح دادم در مورد اینکه 1 یا 2 یا 3 تا کروموزوم از هم جدا نشن. فرض کنید یه سلول داریم 2N=8. این اگه میوز طبیعی انجام بده میشه N=4. حالا اگه یک کروموزوم جدا نشه، فرمول عدد کروموزومی گامت ها به این صورت هست: N به اضافه منهای 1. اگه یک کروموزوم جدا نشه، این سلول گامت هایی با عدد کروموزومی 5 و 3 خواهد داشت. یا اگه دو تا کروموزوم جدا نشه، گامت ها خواهند بود 6 کروموزومی و 2 کروموزومی. و اگه 3 تا از کروموزوم ها جدا نشه میشه 4 به اضافه 3 و 4 منهای 3. حالا میریم سراغ یکی از ناهنجاری ها در انسان، که در این حالت یکی از کروموزوم ها از هم جدا نشدن. خب میبینید که ما 2N=46 هستیم، گامت های ما در صورت میوز طبیعی هست N=23. توی بیماری سندروم دان کروموزوم های شماره 21 از هم جدا نشدن. از اونجایی که گامت های ما N=23 هست، یکی از سلول های حاصل در این ناهنجاری میشه N=24 و N=22. این گامت N=22 نخواهد موند، چون یکی از کروموزوم ها رو که اطلاعات بدن روش هست و برای به وجود اومدن انسان نیاز هست نداره. حالا از این گامت هایی که به وجود اومده، اگه
این گامت N مساوی 24 با یه گامت طبیعی ترکیب بشه، انسانی که به وجود میاد میشه 2N مساوی 47 که همون افراد سندروم دان هستن. این کروموزومی که اضافه شده همون کروموزوم شماره 21 هست که در مرحله آنافاز جدا نشده و شما حتما افرادی که این بیماری رو دارن دیدین که مثل انسان طبیعی نیستن. یعنی اضافه شدن یک کروموزوم به مجموعه کروموزوم های ما میتونه همچین ناهنجاری هایی رو داشته باشه. ما از این ناهنجاری ها زیاد داریم، بعضی هاشون اصلا زنده نمیمونن ولی بعضی ها مثل سندروم مدان یه مدت میتونن زندگی کنن. حالا بیاییم ببینیم در مورد گامت های این فرد صحبت کنیم. فردی که 2N مساوی 47 هست وقتی که میوز انجام میده گامت های حاصلش میشه N مساوی 23 N مساوی 24. یعنی فردی که سندروم دان داره هم توان به وجود آوردن یک گامت طبیعی رو داره. خب حالا یه مبحثی هم هست در تکمیل گفته هام در مورد انواع سلول ها و انواع کروموزوم ها. همه موجودات پرسلولی که تولد مثل جنسی انجام میدن دارای 2 نوع سلول هستن، سلول های پیکری و سلول های جنسی. سلول های پیکری هم سلول هایی که در بافت های مختلف هستن، عدد کروموزومیشون مثلا در انسان دیپلوید هست، سلول هایی که توی اندام های مختلفمون هستن مثل سلول‌های پوست، مثل سلول‌های ماهیچه‌ای، مثل سلول‌های عصبی. این سلول‌ها بهشون سلول‌های پیکری گفته میشه. ولی سلول‌های جنسی همون گامت‌ها هستن که از نظر تعداد کروموزومی با سلول‌های پیکری فرق دارن. حالا انواع کروموزوم‌ها. ما یه سری کروموزوم داریم که ژن‌های پروتئین‌های مختلف، همه این اطلاعاتی که برای به وجود اومدن ما نیاز هست روشون هست. ولی کروموزوم های جنسی بیشتر اطلاعات مربوط به جنسیت روی این کروموزوم هاست. حالا در مورد انسان کروموزوم های جنسی X و Y هستن. بین این دوتا کروموزوم روی کروموزوم X غیر از ژن هایی که مربوط به جنسیت میشه ما ژن هایی که مربوط به اطلاعات مهم بدن، مثلا یه پروتئینی که توی ریبوزوم نقش داره به فرض وجود داره و هیچ انسانی بدون کروموزوم X نمیتونه زنده بمونه. ولی کروموزوم Y بیشتر اطلاعاتش مربوط به جنسیت هست و ما انسانهای بدون کروموزوم Y داریم که زنده هستن. و یه نکته ای که دیدم بچه ها اشتباه میکنن اینه که همه این کروموزوم‌ها، کروموزوم‌های جنسی و غیر جنسی در همه سلول‌های بدنمون هستن. مثلا من دیدم بچه ها فکر میکنن X و Y فقط تو سلول‌های جنسی هستن، برای کروموزوم های غیر جنسی فقط تو سلول های پیکری هستن. نه، همه سلول های ما اگه پیکری باشن 46 کروموزوم رو دارن، اگه گامت باشن 23 کروموزوم که 22 تاش غیر جنسیه و یه دونش جنسی هست خواهند داشت. همه سلول های پیکری هم در هر هسته 44 کروموزوم غیر جنسی و 2 کروموزوم جنسی دارن. امیدوارم که استفاده کرده باشید. خوشحال میشم نظراتتون رو برام کامنت کنید تا من متوجه ایرادات کارم بشم. ممنونم.